بیننده های خوب تلویزیون آریانا سلام و صد سلام. امید دارم هر کجایی که هستید صحتمند و سرحال باشین و لباس عافیت بر تن داشته باشین. عزیزان گرامی، به سلسله معرفی بعض جاهای شهر باستانی هرات، همین لحظه ما آمدیم به ارگ هرات و یا قلعه اختیارالدین. گفته میشه که 300 سال پیش از میلاد، زمانی که اسکندر مقدونی هرات را تسخیر میکنه، او وقت شروع به ساختن این بنای تاریخی میکنه. پس معلوماتی که تا هنوز شما نداشتید و یا تا هنوز اگر قلعه اختیارالدین را به گونه کاملا درست ندیدین، با ما یک جا شوید تا با هم بریم یک جا از این قلعه پر افتخار و از این قلعه پر ارزش دیدن بکنیم و با اینجا آشنا شویم. صحت شما خوب؟ خیریت؟ خوب هستن انشاءالله؟ ممنون شما. سلام علیکم. فکر کنم که بسیار زیاد انتظار کشیده. خواهش میکنم. خوش آمدید. میشه برای دوستا خود معرفی بکنید؟ به نام خدا، بصیر احمد جویا هستم، مدیر عمومی قلعه تاریخی اختیارالدین، زد مجموعه عملیات گردشگری اداره اطلاعات فرهنگ هرات. خیلی خوب دوستا، همراه جویا صاحب صحبت کرده بودیم حداقل 3 ساعت پیشتر، ساعت شاید 11 بجه یا 10 بجه بود. گفتیم که ما میاییم قلعه اختیارالدین و ما معرفی کنیم، بطور که ما معلومات کافی نداریم در زمینه و گفتیم نیم ساعت میاییم، نیم ساعتش 3 ساعت شد. بازم از رد خواهش میگنم. خیلی خوش آمدین، امیدوارم که خوش بگذاریم. بسیار تشکر. خیلی از دوستا که خارج از افغانستان وطنداران ما شما زندگی میکنن، حتی از کشورهای همسایه، خصوصا از ایران، پاکستان، همچنان از تاجیکستان کشور هم زبان ما، اینا بار بر ما ایمیل کردن و مسیج کردن، کامنت کردن، گفتن که در مورد آثار باستانی، آبدات تاریخی یا مکانهای فرهنگی که در هرات است بر ما گزارش دهیم بکنیم. و من هم از این میترسیدم که من معلومات کافی ندارم و فرصت زیاد میخوایم تا معلومات خوبتر کسب پیدا بکنم در زمینه، و به می دلیل هم امروز مرم کاری بکنید شما قلعه اختیارالدین هم چکر بتین، هم بر من هم بر دوستا بگین که کجا، به خاطر چی، چگونه اعمار شده بود، چگونه استفاده. حتما انشالله. حتما سلام دارم خدمت شما و خدمت تمام بیننده عزیزی که ما را از طریق تلویزیون جانی آریانا بیننده هستن. قلعه تاریخی اختیارالدین یکی از افتخارات بسیار بزرگ مشهور شهر باستانی هرات. من باز صحبت میکنیم بیشتر در ارتباط به تاریخ از او قدم میزنیم هم ببینیم. تشکر جویا صاحب. از امی را بریم یا از او را بریم؟ از امی طرف خودش ما شروع میکنیم. از یک سر به ما کلش معرفی کنیم. حتما انشالله. تمام پس... تاریخی را حتما باشم. تشکر بزن. شما آماده هستین که حرکت کنیم؟ آماده هستین، بیاین که بریم. تا در ارتباط با تاریخ از خدمت شما و بیننده عزیز معلومات ارائه میکنم. با معذرت جویا صاحب، میانکای ما بانم، بازم بگویم که این شکل تیم دادن نیست، من مجبور هستم بخاطر آفتاب رو بعد از مشکل یک مشکلی که مردم باز برداشت میکنن. نه نه، فقط داخل قلعه اختیارالدین چون خشت پخته استفاده شده و شوهای آفتاب هم که میتابه روی خشت، انعکاس
بسیار چالش داره. نه ولی چیش مادام چیز میکنه یکم اذیت میکنه. به هر حال قلعه تاریخی اختیاردین یکی از بناهای بسیار باشکوه و با عظمت شهر باستانی هرات که در واقع تاریخ هرات با نام ارگ هرات گره میخوره. شما اگر متون تاریخی را ورق بزنین در لابلای متون تاریخی به این دست پیدا میکنین که ارگ هرات اولین بنایی که در هرات ساخته میشه به همین ارگ هرات. در کتاب تاریخ نامه هرات حضرت سیف الدین محمد یعقوب اهروی پیرامون تاریخ بنای هرات 8 روایت مهم درج میکنه. در یکی از روایت ها میاره که اولین بنایی که در هرات ساخته میشه ارگ هراته و ای که چه گونه ساخته میشه و چه انگیزه باعث میشه که ارگ هرات ساخته میشه یک بحث بسیار طولانی داره. دختر به نام شمیره بنت جمان افریدون از نوادهای کیومرث و منوچهر در بلندترین نقطه خاکی هرات یک قلعه بسیار معمولی و ساده میسازه و در اطراف از دیوار میشه و به نام زندگی مردم در او آغاز پیدا میکنه. به مرور از زمان چون نفوس مردم زیاد میشه کمبود جای پیدا میکنن، پیشنهاد میکنن که شهر جدا از قلعه اختیاردین ساخته میشه به نام کندش یا کندش، زادگاه اصلی خواجه عبدالله انصار. به تعقیب از او شهر قدیم هرات ساخته میشه در سالهای، اگر شما نقشه هرات در سالهای 1840 میلادی مطالعه بکنین، هرات دارای دیوارهای در حدود 25 تا 28 متر دیوارهای دفاعی داشته و این دیوارها در حدود 4 یا 5 برج بزرگ داشته و 149 برج کوچک چهار اطراف هرات حیات میکنه. بیرون از دیوارهای شهر خندقای آب کندن کاری میشه که در بعض روایات میگن که 20 متر عمق داشته، صرف برای اینکه از حملات ناگهانی دشمن به نوعی جلوگیری بشه. در سالهای 330 قبل از میلاد زمانی که اسکندر به هرات حمله میکنه خوشبختانه به مقاومت سخت و شدید مردم دچار میشه. از راه مختلف سیاسی یکی از تاکتیکای جنگی که در هرات به خرج میده اینه که شهر به محاصره تمام میکشه. دلایل که اسکندر نمیتونه داخل هرات بشه میگن که دیوارهای تدافعی بسیار بلند، برج و باروهای بسیار مستحکم و دفاعی و حتی دروازهای مستحکم داشته و خندقای آب مانع ورود بیگانه ها یا دشمن در داخل قلعه اختیاردین و شهر هرات میشه. و زمانی که اسکندر مدت 6 ماه شهر به محاصره میکشه و در جریان 6 ماه مردم در مضیقه غذایی قرار میگیرن، تمام مواد ارتزاقی و غذایی مردم به نوعی خلاص میشه و او وقت ضرورت میشه پیش میشه که دروازه شهر باز بشه و مردم برای به دست آوردن مواد غذایی بیرون میشن. وقتی بیرون میشن یک فرصت بسیار استثنایی به دست سپاه اسکندر مقدونی که همزمان با بیرون شدن این مردم اونها داخلی قلعه میشن و این قلعه ویران میکنن و دوباره تصمیم میگیره به خاطر از اینکه در متون تاریخی نام از او یاد بشه و این قلعه دوباره میسازه به نام، حتی میگن قلعه به نام الکساندری هم یاد میشه. بعد از حملات اسکندر مقدونی، البته بیشتر مورخین یونانی به این باورن که اولین بار اساس این ارگ توسط اسکندر گذاشته میشه، اما روایاتی که ما در متون تاریخی داریم کلا این ادعا رو رد میکنه، مبنی به اینکه قبل از حملات اسکندر مقدونی این شهر آباد بوده و این قلعه آباد بوده و مردم در این شهر زندگی میکردن و نعمتهای بسیار فراوان در این شهر بوده. شخص به نام ساتی برزن که از زودمان اسپک حدودا 3000 سال قبل از میلاد در هرات والی بوده، یعنی قبل از حملات اسکندر مقدونی به نوعی شهر آباد بوده و مردم در این شهر زندگی میکردن. بعد از حملات اسکندر مقدونی ما دوره‌های مثل کوشانی، افتانی، ساسانی و حکومت حراب در سال 31 هجری به تعقیب از طایری، سفاری، سامانی الی دوره محمدزیار که هر کدام از این دوره‌های تاریخی را اگر ما مدخل تاریخی باز بکنیم در ارتباط به چگونگی اوضاع اجتماعی، فرهنگی و حوادث و رویدادهایی که گویا در این شهر اتفاق افتاده بحث بکنیم، من فکر می‌کنم خیلی وقت بخوره که در مورد هر موضوع ما با جزئیات با شما صحبت بکنیم. خیلی تشکر. ارگ هرات از خشتای هم که بیشتر صحبت هست. خیلی تشکر. دوستا اگر میخواین که معلومات خیلی زیاد پیدا بکنن، گپ شما از توان برنامه ما فراتر است، میشه برن خودشون مطالعه بکنن. اما حال ما میخواییم در رابطه به تصاویری که فعلا هست، مکانهایی که یا بخشای مختلف ارگ که ما خودت قدم زده میریم شما معرفی بکنید برامون. مثلا اول از اینجا شروع میکنیم، اینجا اتاق هست و اونجا هم یک چیز دیگه است. ارگ هرات ظاهرا از لحاظ و استرکچر داخلی خود از دو سکشن بسیار عمده و اساسی تشکیل میشه. یک بخش از او قلعه پایینه که فعلا ما شما موقعیت داره، این خانه ها کلا کاغوش خانه های سربازی بوده، یعنی قلعه پایین بخش نظامی بوده و او سالون یک سالون بزرگی هست که اینجا سالون است. بله، در وسط این مرکز قرار داره، اینجا تامخانه نظامی ها بوده. بله.
و بقیه برجای ترسودی کوچک و بزرگ برای حفاظت و حراست از این بخش. در مورد این تالار بگوین بر ما؟ سالون. این سالون گذشته ها سالون یا تامخانه نظامی ها بوده و امروز یکی از بزرگترین نمایشگاه تعاملی فرهنگ ارتباطات. حدودا 100 سال وسایل ارتباط اجتماعی که وارد افغانستان میشه و به نام مردم او را استفاده میکنن مثل رادیو، کامره، تلویزیون در اینجا به نمایش گذاشته شده و مردم روزانه از این دیدن. آرشیف است اینجا؟ تقریبا نمیشه گفت آرشیف، یک نمایشگاه از بخش ارتباطات هست. مربوط به اطلاعات فرهنگ. بله بله، مربوط به اطلاعات فرهنگ میشه. و کاغذخانه‌ای که قبلا برای سربازها اینا استفاده میشده امروز موزیم محلی هرات هست. یگانه موزیم دولتی که ما در هرات داریم موزیم محلی هست که در 3 سالون معجزا سالون اول آثاری که از جاهای مختلف طبق تحقیقات و کاوش‌های باستان‌شناسی که در سال‌های 2006 و 2008 در قدیمی‌ترین بخش‌های خود هرات مثل گازرگاه، مجموعه مصلی هرات، شهر قدیم هرات، مجموعه قلعه تاریخی اختیاردین، کاوش‌های باستان‌شناسی که میشه، آثاری که به دست میاد، آبجکت‌هایی که به دست میاد اینجا به نمایش گذاشته میشه و سالون دوم از آثاری که از جاهای مختلف دوره‌های مختلف آثار مختلف در بر می‌گیره و سالون سوم موزیم امروزی ما بخش نسخ خطی یا نسخه های خطی هست که دوره های مختلف بخش کتابت و کتابداری خصوصا در زمان حکومت تیمور در بر میگیره که او را باز میشه به تصویر داشته باشین و بیننده بود. بسیار خوب. این قلعه پایین، این قلعه پایینه بله، اونجا یک دروازه وجود داره، اونجا هم یک سالون هست که مرتبط به این اتاقا یعنی کلا بخش کاغذخانه سربازی بوده. اینجا هر مکان را که میبینیم، هر اتاق یا سالون را که ما میبینیم تمامش مربوط به نظامیا یا مربوط به افسرا بوده. بله بله، خود قلعه پایین کلن یعنی شما وقت برج را اگر میبینین برج حفاظتی بوده برای نظامیا، اگر اتاق میبینین کاوشخانه سربازی بوده، کلن بخش نظامی. بله، اما گفتم میشه که این درخت هم اسکندر مقدونی قرض کرده. این بازسازی های اخیری که انجام میشه خصوصا سالهای 2006 و 2008 درخت ها برای زیبایی مکان داره. میریم بالاتر. تشکر از اینکه تا این لحظه بیننده گزارش بودین. اگر میخواین گزارش های قبلی بنده را بیننده باشین اینجا را کلیک بکنین و اگر میخواین گزارش های آینده را بیننده باشین اینجا را کلیک بکنین و اگر میخواین با شبکه جهانی آریانا همیشه باشین پس ما را سابسکرایب بکنین.